رفقا سلام، یکی از دغدغه های شما دوستان اینه که در فصل گرما چجوری جلوگیری کنیم از جوش آوردن و گرم شدن بیش از حد موتور. من توی این ویدیو سعی کردم تمام قسمت های مختلف سیستم خنک کننده خودرو رو از ترموستات، واتر بمب، گردش آب، ریله ها، پن ها و همچنین خود رادیاتور رو هم در واقع تست کردیم و به صورت عملی آموزش دادیم که چجوری شما این موارد رو تست کنید که از سلامت اونها مطمئن بشید. این ویدیو رو تا انتها ببینید که تابستون رو بدون هیچ گونه مشکلی بگذرونید. اولین تستی که شما باید انجام بدید تست گردش آب هستش که عملکرد کلی سیستم خنک کننده خودرو رو تست کرده باشید. زمانی که خودرو سرد هستش موتور رو روشن کنید، درب رادیاتور رو باز کنید و داخل رادیاتور رو نگاه کنید ببینید که گردش آب صورت گرفته یا نه. که موتور سرد هستش آب نباید داخل رادیاتور در حال چرخش باشه چون ترموستات بست است. در موتورهای فرایت هم کامل واضح تر هستش. خب بعد از حدود 3 تا 10 دقیقه کار کردن بسته به دمای ترموستات یک دفعه جریان شدید آب رو مشاهده میکنید، یعنی ترموستات باز شده و واتر پمپ پمپاژ رو شروع میکنه. اگر دیدی باز هم آب بی حرکت مود یا پمپاژ نمیشه یا ترموستات باز نمیشه یا واتر پمپ مشکل داره. دومین تست سلامت واتر پمپ هستش. باید شیلنگ بالای رادیاتور رو، یعنی این شیلنگ، خب در این موتور، در موتور پیاید هم همینجا قرار داره، فشار بدید. در زمانی که موتور گرم هستش و دور موتور رو باید بالا ببرید، وقتی دور موتور بالاتر میره تا 3000 دور موتور بالا میره، باید شیلنگ رادیاتور سفت‌تر بشه، شیلنگ این بالایی سفت‌تر بشه، یعنی آب داره به شدت بالا. دقت کنید که زمانی که موتور گرم هستش، چرا که ترموستات باز باشه، اگر سیف بود این نشون میده واتر پمپ داره فشار تولید میکنه و کارشو به درستی انجام میده. اما اگه هیچ تغییری نکرده یا شل مون، واتر پمپ ممکنه پرهاش خورده شده باشه یا هرز به چرخه. خب دوستان، تست دیگه که وجود داره برای بررسی سلامت واتر پمپ، بررسی جریان آب هسته. شما شیلنگ بالایی رادیاتور، حالا توی این ماشین، توی این موتور X7 اینجا هستش و در موتور پراید هم قسمت ترموستات باز میکنید، خب این شیلنگ و این حوزه ترموستات در میاد و خودرو روشن میکنید. زمان استارت و روشن شدن خودرو آب باید با جریان و فشار مناسب از این قسمت حوزه ترموستات بیرون بیاد. البته تو موتورهای X7 و TU5 و حتی EF7 چون یک سوراخی قبل از ترموستات وجود داره و در واقع پیچ هواگیری وجود داره قبل از ترموستات، شما میتونید با باز کردن این در واقع پیچ هواگیری با یک آلن فشار آب و جریان آب رو بررسی کنید و سلامت واتر پمپ رو تست کنید. اما در خودروی پراید که من در ادامه ویدیوشو میذارم، باید حتما یا ترموستات روی خودرو نباشه و همون جهت رو باز کنید، یا اینکه ترموستات و درب ترموستات در بیاد. میتونید زمانی که میخواید ترموستات رو تعویض کنید تست انجام بدید، همینجوری که من تو ویدیویی که الان نشونتون میدم در هنگام تعویض ترموستات یک خودروی پراید این واتر پمپ رو تست کردم
ببینم در واقع جریان و فشار آب چجوریه و سلامت پروانه های واترپمپ و خود واترپمپ به چه شکل هستش. خب و همون موقع بعد از در زمان تعویض ترمومتر میتونید بررسی کنید که این واترپمپ این خودروی فرار سالم هستش یا نه. یکی از راه های تست واترپمپ همینه که این هوزینگ ترمومتر به ترمومتر در بیارید از آنها میخواد یه استارت بزنه با فشار با آب بزنه بزن بزن اما یک موضوعی که هستش در مورد سلامت واترپمپ و در واقع درست کار کردن واترپمپ صداهای غیرعادی و ناشی از پمپ هستش. ببینید صدای زوزه یا سوت ممتد از سمت تسم تایم، حالا در خودروهایی که واترپمپ در داخل تایمه، حالا اکثر خودروهای داخلی که سمت تایم هستش دیگه، نشونی خرابی بولبرینگ یا کاسنمد واترپمپ. ببینید بعضی مواقع هم وجود نشتی آب زیر خودرو از نزدیکی پمپ آب واترپمپ بیشتر هم در حالت خاموش بودن موتور مشاهده میشه نشونی خرابی واترپمپ یا هم واشر دور واترپمپ هستش. حالا یه تست دیگه هم هست که نیاز به تجهیزات خاصی داره، مثل دماسنج لیزری که با بررسی دمای نقطه‌ای شما اگر واترپمپ درست کار نکنه دمای سیلندرها خیلی بیشتر از شیلنگ رادیاتور میشه. دقت کردید؟ پس این تست هم با دماسنج لیزری یا در واقع ترمومتر لیزری به وجود میاد. دمای ناهماهنگ بین قسمت‌های مختلف موتور نشونه اختلال در گردش آب. خب در مورد سلامت گردش آب هم یک تست دیگه هم وجود داره. شما رادیاتور خودرو رو باید قسمت‌های مختلف اون رو بررسی کنید و دمای اون رو با دست تست کنید. ببینید که اگر به صورت یک نواخ دما در کل مجموعه رادیاتور یکی بوده بدون گردش آب صورت داره میگه. اما اگر دیدید بعضی جاها سرد هستش، بعضی جاها داغ هستش، بدون خود رادیاتور گرفته هستش به این جریان ها در اون رادیاتور منقطع شده. خب اما سلامت ترموستات رو چطوری تست کنید؟ ببینید ترموستات خودتون میدونید که ته یک دمای خاصی باز میشه و آب از در واقع محفظه موتور وارد رادیاتور میشه، رادیاتور توسط فنها اون آب رو خنک میکنه و دوباره در طریق واترپمپ درون موتور گردش پیدا میکنه. خب اولین تست اینه که شیلنگ بالا و پایین رادیاتور رو تست کنید. وقتی خودرو سرد هستش شیلنگ باید سرد باشه و زمانی که روشن میکنید دما به یک حالتی که در میرسه و پشت آمپر میبینید دما بالا اومده، باید این شیلنگ متصل به هوزینگ و درب رادیاتور درب ترموستات داغ شده باشه، که یعنی ترموستات باز شده و هوا آب داغ وارد رادیاتور و از طریق این جند وارد رادیاتور شده. خب وقتی موتور گرم میشه هم باید دقت کنید که اگر در جا زمانی که موتور گرم شده به محض گرم شدن موتور هم این جنت بعد از ترموستات گرم شد، بدونید که ترموستات بازه اما جام شده و در دمای مشخص خودش باز نشده و به صورت کامل باز هستش، یا اصلا ترموستاتی وجود نداره. این هم یک موضوعی هست که باید دقت کنید. در اکثر مواقع هم نشتی آب مخصوصا در خودروها X7 در اطراف این در واقع پیچ هواگیری روی درب ترموستات مشاهده میشه. اینو باید حتما دقت کنید که این نشتی وجود نداشته باشه. اطراف درب ترموستات هم بعضا دچار نشتی مایع خنک کننده میشه. یه تست دیگه هم هست که اصلا شما خود ترموستات رو باز میکنید و توی یک ظرف آب با یک شعله که زیر اون روشن هستش میندازید. دقت کنید که حالا میتونید دمای آب هم اگر دماسنج دارید بسنجید که ببینید تو چه دمایی آب قرار داره و اون لحظه ای که ترموستات باز میشه رو بررسی کنید ببینید که آیا در دمای مشخص باز میشه یا نه، و در کل اگه دماسنج هم نداشته باشید میتونید ترموستات رو تست کنید که اصلا باز میشه یا نه جام شده. اگر بعضا هم دیرتر یا زودتر باز شد یا اصلا باز نشد که خراب هستش،
اینو در نظر داشته باشید. مبحث بعدی تست فنها هستش. اولا که شما اگر دیاگ در دسترس ندارید، خودروی خودتون میتونید روشن کنید. وقتی خودرو روشن میکنید و در واقع به دمای پشت آمپر نگاه کنید، اجازه بدید موتور داغ بشه، به دمایی برسه که فنها شروع به کار کنه و فنها رو مورد بررسی قرار بدید. آیا فنها شروع به کار میکنن یا دور کن و یا دور تون رو بررسی کنید. همچنین اگر دیاگ هم در واقع در دسترستون هستش، شما میتونید به صورت مستقیم دستور روشن شدن فن رو بدید و ببینید در حالت عادی اصلا فن روشن میشه یا نه، که اگر روشن نشد بدونید که یا رله های اون یا موتور فن یا سیم کشی یا فیوز های مربوط به اون دچار مشکل هست. همچنین میتونید سیم کشی و رله های موتور فن را هم و پروانه ها و فن ها را هم بررسی کنید. با یه سیم مستقیم از مثبت باتری به برق فن بدید. اگر روشن شد یعنی موتور فن سالمه. خب یعنی اگر شما زمانی فنها کار نکرد، موتور فن رو اینجوری تست میکنید، بقیهش مربوط به رله فن یا سیم کشی و یا فیوزهای مربوطه هستش. همچنین رله فن تستی میتونید بندازید جای رله ها یا جابجایی کنید با رله های مشابهی که تو دستگاه تو خودرو وجود داره. اینجوری باعث میشه که متوجه بشید آیا رله ها سالم هستش یا نه. در اکثر ماشین هایی که در داخل وجود داره، فن ها دو دور دارن دیگه، دور کن برای دمای معمول و دور تون برای شرایط اضطراری. باید مطمئن بشید که در هر دو حالت کار میکنه، این را حتما دقت کنید. همچنین اگر دما به حد دور تون نمیرسه، شما میتونید در واقع با روشن کردن کولر فن اون رو چک کنید. در برخی مواقع فن دور تون روی کولر روشن میشه. همچنین اگر دیدید که ناگهان دمای آب در ترافیک ها یا در واقع با کولر روشن بالا میره دمای آب، بدونید که فن خراب هستش. زمانی هم که یکی از در واقع علائم خرابی فن هم اینه که به صورت ناگهانی ماشین جوش میاد. خب اما بریم سراغ تست رادیاتور خودرو. اولین تستی که وجود داره لمس دستی نواحی مختلف رادیاتور. بعد از گرم شدن موتور و بررسی در واقع سلامت همه موارد، اگر خواستید رادیاتور را چک کنید، پره های رادیاتور باید همه جا گرم باشن. اگر ناحیه سردی مونده، مطمئن باشید که اون قسمت گرفتگی داخلی داره، حالا رسوب کرده یا انسداد پیدا کرده. همچنین یه تست دیگه هم هستش که لمس بیرونی رادیاتور. ببینید، نگاه کنید به رادیاتور، ببینید گرد و خاک، برگ خشک، روغن یا جرمی روی پره ها و در واقع خانه های رادیاتور نیفته باشه که باعث افت شدید در خنک‌کاری میشه. که وقتی فنها کار میکنن، رادیاتور به صورت دقیق و منظم و کامل خنک نمیکنه آب درون خودشو و همین باعث میشه که در واقع افت شدیدی در خنک‌کاری احساس بشه. همچنین شما با فشار باد یا آب و در واقع اگر خود داخلش هم خاصی بشورید با مایع شوینده مخصوص رادیاتور و از ضمن اینکه از طرف میتونید با توسط همکاران سرویس کار من مراجعه کنید و با دستگاه رادیاتور شستشو بشید، پیش رادیاتور سازها برید و اونجا هم در واقع رادیاتور رو اصطلاحا سیخ میزنن و تمیزش میکنن. این هم یکی از کارهایی هستش که میتونید رادیاتور رو در واقع سلامت اون رو تضمین کنید و نگهداری از اون رو درست انجام بدید. ضمن اینکه درب رادیاتور، ببینید باید دقت کنید که درب رادیاتور سالم باشه، چون درب رادیاتور به صورت کنترلی فشار آب رو کنترل میکنه و در صورتی که فشار بالاتر بره، این درب از این سوپا باعث میشه که مایع یا مایع خنک کننده خارج بشه. اگر این درب سالم نباشه و این کنترل فشار و اون پنر درون درب رادیاتور خراب باشه، این باعث میشه که آب رادیاتور خالی میشه و ماشین جوش بیاره. پس دقت کنید درب رادیاتور هم خیلی مهم هستش. در بعضی مواقع شما نشی در مایع خنک کننده در هر قسمتی از خودرو می‌بینید. جدیداً بعضی از در واقع نشگیرها مد شده که جلوی نشی رو می‌گیرن. اب در استفاده از این محصول دقت کنید. حتما با مکانیکتون، تعمیرکارتون مشورت کنید بعد استفاده کنید، چون انواع محصول هستش و در واقع باید یک مدلی استفاده کنید که مشکل برای قسمت‌های دیگه موتور ایجاد نشه. ضمن اینکه
حتما حتما این رو یک راه حل موقت و گذرا ببینید و حتما شما سعی کنید که خودرو رو اگر نشی در اون مشاهده میکنید حتما رفع عیب کنید و این نشی رو از بین ببرید. برای تست نشتی آب رادیاتور شما، من یک تستی انجام دادم و در اون کانال گذاشتم ویدیوش، البته از ویدیوهای اولیه من هستش و شاید کیفیت صدا و تصویر در حد نرمال نباشه، لینکش این بالا میذارم، میتونید اون رو هم ببینید و بررسی کنید که چجوری شما متوجه بشید خودرو دچار نشتی هستش. خب دوستان، امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. هر سوالی دارید در این زمینه از من بپرسید، من حتما اونو جواب میدم. موفق و مؤید و پیروز باشید.